و نام خدا سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین صنف هفتم امیدوارم که هر کجایی که هستید و برنامه خودتان یعنی مکتب حادی را مشاهده میکنید جور سالم و صحتمند باشید با جلسه دوم از فصل اول فیزیک صنف هفتم امروز در خدمت شما هستیم خب شاگردای عزیز و نازنین قبل از اینکه وارد درس شویم اگر کار خانگی به شما میدیم اگر سوالی دارید اگر پیشنهاد یا نظری دارید به شماره واتساپ 2096478025540 -13, 13 برای ما روان کنید به دست ما میرسم خب یک مروری داشته باشیم بر درس قبلی درس اول از فصل اول موضوع فصل اول چی بود موضوعش در رابطه با اندازه گیری بود دیگه خب در جلسه قبل ما اول آمدیم کمیت تعریف کردیم کدام یک از شما میتونه برای ما کمیت تعریف کنه؟ کمیت چی بود در فیزیک؟ آفرین میبینم که همه شما خوب یاد گرفتید گفتیم کمیت هر چیزی که در فیزیک قابلیت اندازه گیری داشته باشه و ما بتانیم او را بر اساس یک عدد بیان کنیم قابلیت افزایش یا کاهش داشته باشه بعض اون میگیم چی؟ کمیت مثل چی؟ مثل درجه حرارت مثل چی؟ مثل تغییر موقعیت دیگه اینا کمیت بود در ادامه آمدیم واحد کمیت تعریف کردیم واحد تعریفش چی بود؟ آفرین گفتیم واحد مقدار معین و ثابتی از کمیت که ما برای سنجش کمیت از واحد از او استفاده میکنیم در ادامه آمدیم گفتیم کمیت ها چون تعدادشون خیلی زیاده اینا را آمدن دانشمند های فیزیک به دو دسته در سیستم اس SI تقسیم کردن گفتیم که کمیت های اساسی به دو دسته تقسیم میشد کمیت های اساسی و کمیت های چی؟ فرعی کمیت های اساسی چی بود؟ کمیت هایی بودن که چی؟ آفرین واحد اینها مستقل بود یعنی ما در تعریف اینها دیگه نیازی به دیگه کمیت ها نداشتیم تعدادشان چند تا بود؟ تا آفرین چیا بودن؟ سه تای اصلیشی گفتیم در این سنف باید یاد بگیریم چیا بودن؟ طول زمان و کتله چهار تای دیگه گفتیم در سنف بعد بازه آشنا میشیم اما کمیتهای های فرعی چی بود؟ گفتیم کمیت های فرعی کمیت هایی که در تعریف واید اینها ما از دیگه کمیت ها کمک میگرفتیم از کمیت های اصلی کمک میگرفتیم یعنی واحد اینها از ضرب یا تقسیم کمیت های اساسی برای ما ایجاد میشد یک دو تا مثال بزنیم تا این کمیت بدورسی برای شما روشنتر شود. به تخت سیاه نگاه کنید فرض کنید که ما یک مستطیل داریم میگیم که طول از این مستطیل با A نمایش میدیم و عرضش هم با B اگر بخوایم مساحت از این دریافت کنیم شما در ریاضیات یاد گرفتین دیگه مساحت مستطیل چی میشد؟ آفرین طول ضرب در عرض خب اگر طول از ما با متر نمایش بدیم میگیم که مثلا طول مستطیل ما دو متره عرضش هم با متر واحد متر نمایش بدیم در واقع اینها وقتی که در هم ضرب میشن میگیم طولش از کمیت های اساسیه ارزشش هم از کمیت های اساسیه واحد این هم که متره وقتی که در هم ضرب میشه شاگردای عزیز میشه متر ضرب در متر که برابر میشه با متر مربع یا ام به توان دو که یک کمیت فرعیه پس مساحت شد کمیت فرعی چرا کمیت فرعی شد چون واحدش ما از کمیت اصلی دیگه ای به دست آوردیم یا میریم سراغ چی؟ سراغ حجم دیگه شما حجم نگاه کنید فرض کنید که ما یک مکعب داریم دیگه سایسته؟ خب این مکعب نگاه کنید خب میگیم که اگر این فاصله A باشه B باشه و ای هم C باشه وقتی که میخوایم حجم از رو دریافت کنیم میگیم حجم از برابر با چی میشد شما در ریاضی یاد گرفتین میشد که ای ضرب در بی ضرب در سی ای ضرب در بی ضرب در سی خب اینا اگه بر اساس واحد متر برای ما داده شده باشه یعنی یک کمیت اساسی باشه شاگرد عزیز واحد ازی به این صورت میشه متر ضرب در متر ضرب در متر که برابر میشه با متر به توان سه یا متر مکعب پس حجم هم چی شد؟ یک کمیت فرعی شد دیگه پس ما کمیت های اساسی و کمیت های فرعی رو با هم دیگه یاد گرفتیم مثالی که جلسه قبل زدیم چی بود؟ در رابطه با سرعت بود دیگه هر کمیتی بجز او تا کمیتی که اساسی بودن جز کمیت های فرعی برای ما محسوب میشن این یک مروری بود بر درس جلسه قبل اما امروز قصد داریم که در جلسه دوم از فصل اول چی یاد بگیریم موضوعات با همدیگه یک نگاهی داشته باشیم اول در رابطه با خصوصیات یک واحد استندرد صحبت میکنیم بعد واحد طول کتله و زمان بررسی دقیقتر تر مونیم در رابطه با اندازگیری اینها صحبت میکنیم و در آخر هم در رابطه با دقت اندازه گیری با همدیگه مطالبی را مورد بررسی قرار میدیم پس با ما در این جلسه همراه باشید خب درس خودمانه با یک سوال شروع میکنیم شما سوال نگاه کنید من سوال پرسان منو میگم که اگر ما برای واحد طول این به این صورت در نظر بگیم بگیم که فاصله نوک بینی تا وقتی که ما دست خودمون رو میکشیم این فاصله را یعنی نوک بینی تا دست کشیده این فاصله رو به عنوان واحد برای طول تعریف کنیم به نظر شما این واحد آیا برای ما قابل قبول هسته یا نه چی معایبی داره؟ فکر کنید آفرین یکی از معایبش اینه یکی برای هر شخص متفاوت ای فاصله دیگه ای فاصله این نوک بینی ما تا نوک انگشتان کشیده دست با فاصله شما متفاوته و دوم به مرور زمان هم تغییر میکنه هرچی آدم خردتر باشه طفل باشه این فاصله کمتره هرچی کلانتر میشه این فاصله بیشتر میشه بس نمیتونه یک واحد خوبی باشه سعی شد خب پس میرم میگیم که یک واحد استندرد چه خصوصیاتی باید داشته باشه اولین خصوصیتش یه که تغییر ناپذیر باشه یعنی در شرایط فیزیکی مختلف وقتی قرار میگیره تغییر نکنه دو همه جا در دسترس باشه در همه کشورها در همه شهرها این واحد در دسترس باشه بیتانن از این واحد استفاده کنن پس یک واحد استاندارد چند تا خصوصیت داره دو تا یک تغییر ناپذیر باشه دو همه جا در دسترس باشه میریم سراغ واحد طول میگیم که طول چیه وقتی که میخوایم فاصله دو تا نقطه را اندازه بگیریم میگیم باید طولش اندازه بگیریم دیگه فاصله دو تا شهر را میخوایم در اندازه بگیریم شهر اول نقطه اول یا مبدا در نظر میگیریم شهر دوم و نقطه دوم یا مقصد این فاصله را اندازه میگیریم میگیم طولش چقدره صحیح شد پس برای اندازه گیری فاصله دو نقطه باید از طول استفاده کنیم خب اما واحد طول در سیستم اس SI ما یاد گرفتیم که متر است که با ام نمایش میده اما این متر چگونه ایجاد شد چگونه یک واحد استندرد شد این متر آمدن یک آلیاجی از جنس پلاتین و آیردیم در نظر گرفتن که این خیلی سخت تغییر یعنی در واقع اصلا تغییر ناپذیره در شرایط فیزیکی مختلف دو تا شیار روی از ای ایجاد کردن گفتن فاصله بین این دو تا شیار میشه یک متر روی شکل هم شما میبینید پس این فاصله رو به عنوان واحد استندرد تعریف کردن شد برابر با یک متر اما ما برای اندازه گیری طول باید از وسایل استفاده کنیم نمیتونیم که همینجوری طول اندازه بگیریم چی وسایل برای اندازه گیری طول استفاده میشه؟ خطکش، متر فیتایی و ورنیر کالپیر خب خطکش برای طولهای خیلی کوچیک از خطکش استفاده مونیم طول اندازه میزنیم برای طول های زیادتر بزرگتر از متر فیتایی استفاده میکنیم اما برای اندازگیری طول اجسام خیلی کوچیک مثلا میخوایم قطر داخلی یک جسم کوچیک دریافت کنیم میریم سراغ یک وسیله به نام کالپیر دیگه از این وسیله برای اندازگیری اجسام کوچیک ما استفاده میکنیم یک سوال مطرح کنم سوال با هم دیگه میخوانیم میگفته هر یک از موارد زیر بهتره با چه ابزاری اندازه بگیریم این شما به ما بگین بلندی یک دیوار رو میخوایم اندازه بگیریم از خطکش میتونیم استفاده کنیم؟ خیر چون خطکش کوچیکه. از کالپیر میتونیم استفاده کنیم؟ خیر چون کالپیر هم برای اجسام خیلی کوچیک به کار میرم از چی استفاده میکنیم؟ از متر فیتایی دیگه. برای زخامت موی سر یا قطر یک سیم خیلی نازک از کدام یک میتونیم استفاده کنیم میتر فیتای مناسبه خیر خطکش مناسبه خیر از چی استفاده میکنیم گفتیم برای اجسام خیلی کوچک از وسیله کالپیر ما استفاده میکنیم کمیت اساسی بعدی که میخوایم در رابطه با از او صحبت کنیم کتله کتله چیه؟ در واقع دوستان عزیز ما میگیم که مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم ما میگیم کتله جسم و یادتان باشه کتله با وزن فرق میکنه خیلی جاها اشتباه میکنن کتله رو با وزن یکی در نظر اینا با هم متفاوته ما در سینفای بعدی با وزن آشنا میشیم کتله اون مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم ما به اون میگیم کتله جسم واحد کتله در سیستم اس آیل چی بود؟ آفرین کیلوگرام بود که با کاجی انگلیسی نمایش میده اما چگونه یک واحد استندرد برای کتله در نظر گرفتن؟ آمدن یک استوانه ساختن شما روی شکل هم میبینین این استوانه هم از جنس پلاتین و آیریدی بود یعنی دوتا آلیاج دیگه اینا تغییر ناپذیرن در شرایط فیزیکی باز هم این استوانه رو آمدن داخل سه تا ظرف شیشه قرار دادن که در شرایط مختلف تغییر نکنه یعنی یک حفاظتی روی از قرار دادن این در موزه موزیم شهر فرانسه نگهداری میکنن از چند نمونه ساختن به کشورهای مختلف فرستادن گفتن کتله از این استوانه با عنوان کتله استاندارد در نظر گرفته میشه پس کتله را از چی ساختن یک استوانه که جنسش از پلاتین و هم. اما برای اندازه گیری کتله شاگردای عزیز ما از چی وسیله استفاده میکنیم؟ در دوکان ها دیدید دیگه از ترازو استفاده میکنیم ترازوهای دو کفهی دو پلهی رو دیدیم ترازوهای دیجیتال رو دیگه از این استفاده میکنیم ولی یک نکته ای که باید در رابطه با ترازو بدانیم که ترازو یک حداقل اندازه میگیره یک حد اکثر وقتی مثلا روی ترازو نوشته شده که پنج گرام کمترین اندازه دیگه ای از پنج گرام کمتر نمیتونه اندازه بگیره خطا میده وقتی که روی ح... روی ترازوی ما ه... حد اکثر نوشته شده مثلا نوشته پینجا کیلوگرم، شما اگر از پینجا کیلوگرم بیشتر روی از ترازو بیانین چی میشه؟ خراب میشه ترازوی ما پس ترازو محدودیت داره یک حد اقل و یک حد اکثر داره دیگه که ما در هر کاری باید متناسب با از او کار ترازوی خود ما نه انتخاب کنیم یک سوال میخوام مطرح کنم شاگردایی که زرنگ و باوش هستن میخوام این سوال برای ما جواب بدن سوال چیه؟ گفته که کتله یک سوزن ما چگونه میتونیم با ترازو اندازه گیری کنیم یک سوزن شما چی راه حلی دارید؟ چی به نظر شما میرسه؟ یک سوزن داریم یک ترازو میخوام کتلش اندازه گیری کنم چی کار کنم؟ آفرین بر شما میگیم که برای اندازه گیری کتله یک سوزن شاگرده عزیز چند تا سوزن داخل ترازو قرار میدیم ده تا شد، پانزه تا شد، بیست تا شد یا یک ست تا شد قرار میدیم و روی ترازو نگاه مونیم چه عددی رو به ما نمایش میده او عدد تقسیم بر تعداد سوزن ها میکنیم مثلا اگر یکصد سوزن قرار دادیم و ای عدد 20 گرام رو به ما نشان داد یکصد تقسیم بر 20 میکنیم میشه 5. یعنی کتله هر سوزن برابر با 5 گرام پس از این راه میتونیم چی؟ کتله یک سوزن دریافت کنیم با عنوان یک کار خانگی یک سوال دیگر برای شما در نظر گرفتیم گفته یک آزمایش طراحی کنید که ما به وسیله از او آزمایش بیتانیم حجم و کتله یک قطره آب پیدا کنیم در رابطه با این سوال فکر کنید و جوابهایتان را به شماره دو سفت 964 و, 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 و پنج چیل سیزده برای ما روان کنید تا ببینیم که شما چی راه حل را برای اندازگیری حجم و کتله یک قطر آب برای ما پیشنهاد میدهیم کمیت اساسی دیگه که باید او را بررسی کنیم در رابطه با زمان هست ما برای اندازگیری مدت زمان انجام یک پدیده فیزیکی باید از زمان استفاده کنیم مثلا در نظر میگیریم یک موتر وقتی که از شهر کابل به سمت شهر هرات حرکت میکنه این فاصله را در چه زمانی طی میکنه بعد زمانش اندازهگیری کنیم یا یک دونده در مسابقات که شرکت میکنه میخوام ببینیم که مثلا فاصله 100 متر در چی زمانی طی میکنه صحیح است پس با زمان اندازه گیری کنیم واحد زمان در سیستم اس آی ما یاد گرفتیم چی بود آفرین بر شما ثانیه بود که با اس نمایش میدادیم البته یادتون باشه در مسائل فیزیک ممکنه که از ساعت ممکنه که از دقیقه هم صحبت شود و شما باید را تبدیل به سیستم اس آی کنید دیگه یعنی ثانیه و ما میدانیم که هر یک ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه هم برابر با 60 ثانیه پس مسائل در فیزیک وقتی داریم حل میکنیم مسائل ممکنه که به صورت ساعت بیان شده ممکنه که بر اساس دقیقه بیان شده و ما باید یک تبدیل اینجا انجام بدیم اما برای اندازگیری زمان ما از پدیده هایی که تکرار شونده هسته استفاده میکنیم مثلا آقای گالیله آمد نبز تعداد ضربان نبز اندازه گرفت ضربان نبز یک پدیده تکرار شونده مرتب تکرار میشه گفت که از این برای اندازه گیری زمان استفاده کرد و ما امروزه برای اندازه گیری زمان مثلا یک کاری که دانشمندان انجام دادن حرکت زمین به دور محور خودش که برابر با یک شبانه روز میشه به 24 قسمت تقسیم کردند هر قسمت گفتن یک ساعت میشه دیگه پس برای اندازه گیری زمان میتونیم از پدیده های تکرار شونده استفاده کنیم اما از چی وسیله های امروز استفاده میکنیم؟ از ساعت دیگه ساعت های عقربه ای ساعت های دیجیتالی و از کرونومترها استفاده میکنیم برای اندازه گیری کمیت زمان در رابطه با سه تا کمیت اصلی و وسایل اندازه گیری از اینا با همدیه صحبت کردیم اما شاگردای عزیز در اندازه گیری باید حتما دو نکته را توجه کنیم یک اندازه گیری ما باید دارای دقت باشه دو دارای صحت باشه دیگه حالا در فیزیک ما دقت اندازه را چی تعریف میکنیم؟ نگاه کنید میگیم که کوچکترین حدی که یک وسیله اندازه گیری برای ما اندازه بگیره بعضو میگیریم دقت او وسیله مثلا یک متر یا یک خطکش شما در نظر بگیرید که بر اساس سانتی متر صفر یک دو سه چهار پنج سانتی متر آخر و بین هر سانتی به ده قسمت تقسیم شده مثلا بین یک و دو ده قسمت بین دو سه ده قسمت به هر قسمت چی میگیم یک میلی متر دیگه ازی کمتر نداریم دیگه یعنی کمترین اندازه ای که این خطکش می‌تونه برای ما اندازه گیری کنه یک میلیمتره پس میگیم چی؟ دقت اندازه گیری ای یا این میتر فیته ای برابر با یک میلیمتر است یاد گرفتید؟ آفرین پس یک سوال با هم دیگه حل کنیم سوال ببینیم گفته که آیا با خطکش زر میتونیم طول 23 اشاری 5 میلیمتر اندازه بگیریم یا خیر به نظر شما میتانیم یا نه جواب بدید آفرین نمیتونیم چون گفتیم کمترین اندازه یک میلیمیتره دیگه از یک میلیمیتر کمتره نمیتانیم ما اندازه بگیریم پس این خطکش ای اندازه رو برای ما نمیتونه اندازه گیری کنه سوال بعدی رو ببینیم گفته که شکل زیر صفحه سرعت سنج یک موتور نشان میده شما در موتور اگه ششتم دیگه میبینین که یک سرعت سنج الوانش داره دیگه سرعت موتور بر اساس کیلومتر بر ساعت نشان میده خب اگه شما بیش شک نگاه کنید یا به صفحه سرعت سنج موتور خودتان نگاه کنین میبینین که این 20 تا 20 تا رفته جلو 0 20 40 60 80 100 120 تا آخر و شما میبینید که بین هر دو عدد یعنی مثلا بین 100 و 120 به 10 قسمت تقسیم شده بین 100 و 120 20 تا دیگه به 10 قسمت هم که تقسیم شده میشه 20 تقسیم بر 10 که برابر با 2 میشه پس هر درجه ازی برابر با چیه؟ برابر با دو کیلومتر بر ساعته پس دقتش چی میشه؟ دقتش دو کیلومتر بر ساعته یعنی سرعت سنج از دو کیلومتر بر ساعت کمتر دیگه نشان نمیده برای ما این شد از مبحث دقت اندازه گیری خب شاگردای عزیز و محترم درس امروز ما هم خلاص شد در این جلسه ما واحد طول کتله زمان وسایل اندازه اینها رو یاد گرفتیم در رابطه با دقت اندازه گیری صحبت کردیم و خصوصیات یک واحد استاندارد با همدیگه یاد گرفتیم تا درس بعدی همه شما را به خداوند یک تا خدا نگهدارتان